شکی نیست که تصویر روز پایانی کارزار ایران آزاد در 9 تیر ماه تصویری درخشان و سرشار از افتخار. از همین الان میشه فریادهای پرشور و لبخندهای پیروزی ایرانیان آزاده رو که در پاریس دور هم جمع میشن پیش بینی کرد و دید. اما این گردهمایی بزرگ چطور و به چه قیمتی برگزار میشه؟ چند میلیون واحد کار انجام میشه تا یک چنین مراسمی شکل بگیره؟ پاسخ روشنه. اشرف نشانان با تلاش‌ها و کوشش‌های پیگیرشون از مدت‌ها قبل برای این گرد همایی پرشکوه دست به کار شدند و در تمام این روزها با یک کار دست جمعی و فشرده از پس انجام چنین کاری برآمدند. بخش بعدی برنامه‌مون به انعکاس همین فعالیت‌ها اختصاص داره. اینجا مشغول آماده‌سازی هستیم برای واکسن فردا در ارتباط با کهکشان امسال. از تمام هموطنانم در تمام نقاط دنیا تقاضا می‌کنم که در این کهکشان شرکت بکنم و صدای قیام مردم داخل کشور رو به گوش تمام جهانیان برسونن. دموکراسی فریدم رژیم چش این ایران مرد بعد اصل ولایت فقیر زنده باد ارتش آزادی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا همه با هم در کهکشان امسال با قیام ایران. سلام دوستان، اشرف هستم. ما هم مثل بقیه دوستان دیگه داریم فعالیت میکنیم برای کهکشان امسال که باید هرچه پرشکوه‌تر برگزار بشه به دلیل اینکه میبینیم مردم شجاع ایران چقدر در داخل فعال هستن و قیام شروع شده داخل کشور. ما هم باید پشتیبانی بکنیم از اونها. ما میز کتاب داریم و برخورد میکنیم با ایرانی ها و همچنین کارهای زیادی انجام میدیم در زمینه اینکه این کهکشان رو به خوبی برگزار کنیم و پشتیبان کسانی باشیم که در ایران هستند و قیام میکنند. وعده ما ویلپن. روز قیامه، کار آخون تمامه. امروز روز قیامه، کار آخون تمامه. قلب جهان بداند، مسعود رهبر ما، ارتش آزادی بخش، پاسخ آخر ما. ما از انجمن متخصصین حمایت میکنیم از قیام ایران، به خصوص کامیونداران، تاکسیران ها و کلیه اقشار مردم. ما همراه و همصدا در کهکشان امسال صدای شما را فریاد میکنیم و با شرکت ما در کهکشان امسال پشتوانه اعتراضات شما خواهیم بود. از بیانیه ده ماده خواهر مریم حمایت میکنیم. درود درود، زنده باد آزادی. شرکت در گرد همایی امسال به معنای دفن رژیم آخوندی برای همیشه است و این گرد همایی نتیجه و اساره 40 سال مبارزه بی امان مقاومت و مجاهدینه برای رساندن مردم ایران به آزادی و دموکراسی و تضمین اونم پیام ده ماده ای خواهر مریمه که فکر نکنم کسی ندیده باشه. با امید دیدار همگی در 30 جوان.